به نام خدا سلام من علی کریمی خیلی خوشحالم که با یک درس دیگه از کتاب امریکن انگلیش فایل 1 در خدمت شما عزیزان هستم خب بریم برای ریویان چک برای یونیت های 9 و 10 ما یونیت های 9 و 10 رو کار کردیم امروز هم در این دو صفحه میخوایم یه تمرین و مروری روی اونها داشته باشیم بریم برای قسمت اول که مثل همیشه گرامر هست سوال های سه گزینه ای داریم اینجا 15 تا سوال هست گزینه درست و بین گزینهای A بی B یا C انتخاب بکنید برگردیم بیاین بیای جواب رو با هم دیگه بررسی میکنیم <موسیقی> خیلی خب من جوابهای درست رو بهتون مشخص کردم بریم و یک بررسی داشته باشیم There's some milk in the refrigerator مقداری شیر در یخچال هست یا وجود داره بچه ها ملک جزوه اسامی غیر قابل شمارش هست گفتیم مایعات همشون غیر قابل شمارش هستن به همین خاطر ای رو نباید بگیم اینی هم که برای جملات منفی استفاده میشه پس مقداری شیر در یخچال هست We don't need any bread خب نوک غلطه چون ما اینجا یه کلمه منفی کننده داریم یه نات اینجا داریم گفتم در زبان انگلیسی در یک جمله نمیتونیم دوتا کلمه منفی کننده داشته باشیم اگه خاطرتون باشه ما مثلا وقتی never رو یاد میگرفتیم همونجا گفتم مثلا من میام میگم که I never watch تیوی. من هیچ وقت تلویزیون تماشا نمی کنم درسته توی فارسی میایم میگی من تلویزیون تماشا نمی کنم هیچ وقت یا هرگز یعنی فعلمون رو منفی می کنیم ولی در زبان انگلیسی وقتی که never رو استفاده می کنیم چون این یه کلمه منفی کننده هست یعنی در اصل not ever بوده دیگه نیاز نیست که جمله رو منفی بکنیم یعنی I don't never watch TV غلط هست اینجا هم صدق میکنه دیگه we don't بعد که don't میگیم دیگه از نو no نود استفاده بکنیم و ا خب نود استفاده بشه به خاطر اینکه جملهمون منفی و البته bread که جزء اسامی غیر قابل شمارش هست we don't need any bread ما هیچ نونی نیاز نداریم یا ما هیچ نون نیاز نداریم how much fruit do you eat a day در خصوص فروت هم من این نکته رو گفتم که برخلاف چیزی که ما فکر میکنیم فروت جزو اسامی غیر قابل شمارش هست به همین خاطر باید بگیم how much فروت، نه how many فروت. حالا شاید شما بیاین بگید آقا در جواب من اون میوهی که میخوام بگم قابل شمارشه مثلا من یه سیب میخورم من دوتا موز میخورم من سه تا پرتغال میخورم حرف شما کاملا درسته ولی خود کلمه فروت غیر قابل شمارشه به خاطر باید از how much براش استفاده بکنیم الات هم که خب خیلی غلطه I drink a lot of coffee چرا الات lot of coffee چرا الات نه ببینید من اشاره کردم دیگه توی درس گفتم وقتی که ما یک اسم داشته باشیم باید از الات lot of استفاده بکنیم نه از a الات رو در short انسر ها ما میوریم و استفاده میکریم ما هم که خب اینجا نمیتونیم به ها حالا استفاده بکنیم How much salt do you eat? چقدر؟ حالا جمله بالا میگه من قهوه زیادی میخورم. جمله پنجم میگه How much salt do you eat? چقدر نمک تو میخوری؟ A little. چرا a little؟ چرا a نه؟ به خاطر اینکه که a رو برای اسامی قابل شمارش ما استفاده میکردیم. ما اینجا How much salt داریم؟ یعنی سوالمون غیر قابل شمارشه. پس باید بگیم a little. ماش هم که نمیشه استفاده کرد مثلا اگر میخواستیم جواب منفی بدیم خواستیم بگیم زیاد نه میگفتیم not much ولی چون جواب مثبت هست میتونیم بگیم a little سوال ششم is there any sugar آیا هیچ شکری هست آیا اصلا شکر داریم no sorry نه متاسفم there isn't any there isn't any خب مورد اول غلطه یعنی مورد A There isn't none نان رو برای شورت انسر ها استفاده میکریم یعنی فقط میتونستیم بگیم نان ولی وقتی که بخوایم یه جمله اینجوری داشته باشیم بعد از There isn't any استفاده بکنیم و از اونجایی که اسممون غیر قابل شمارش هست باید بگیم There isn't any حالا در ادامه هم میتونیم بگیم There isn't any sugar فرقی نداره و there isn't some هم غلطه چون در جمله منفی ما از سام استفاده نمی کردیم بریم مورد هفتم رو داشته باشیم T is اینجا دیگه بچه ها وارد صفتهای های در واقع اول تفضیلی و بعد عالی میشیم T is cheaper than coffee in this cafe چای ارزونتر از قهوه در این کافی شاپ خب چیپر that که خب نمیشه ما اینجا that نباید استفاده بکنیم باید از than استفاده بکنیم و مورد بعدی more cheap than هم غلطه چرا؟ چون صفت ما یک صفت تکبخشی هست و برای صفات تکبخشی ما گفتیم که ای ER آر اضافه میشه نه قبلش مور رو بخوایم اضافه بکنیم مور برای صفات چند بخشی بودش بریم سوال هشت Oranges are healthier than bananas. خب healthier جزء صفاتی هست که درسته که دو بخشه ولی آخرش چیه؟ آخرش وای و قبلش هم یک صدای حالا میتونیم بگیم داریم دیگه. یک حرف بی صدا داریم و به همین خاطر وای تبدیل به می آی میشه و بعد بهش ای آر رو اضافه میکنیم یعنی دقیقا مورد بی هلثیر این غلطه چرا؟ چون وای تبدیل به آی نشده این هم غلطه چون اصلا مور اومده اضافه کرده به صفت در صورت که ما یاد گرفتیم صفات دو بخشی هم که یعنی هم تک بخشی هم دو بخشی صفات تک بخشی یا دو بخشی که آخرشون وای و قبلش یک حرف بی سده داشته باشیم رو وای رو تبدیل به آی میکنیم و بعد ای آر رو اضافه میکنیم. مورد نهم My English is better than my brother's. بچه اینجا My brother's English بوده که به خاطر اینکه این کلمه انگلیش ما داشتیم دیگه نیمدیم بنویسیم چون اینجا داریم دیگه یه نیاز نیست که بخوایم یک بار دیگه تکرارش بکنیم. خب My English is better than my brother's یا yeah, My brother's English که My brother's به این قشنگتره و طبیعی تر هست. خب صفت تفضیلی ما اینجا چی هست؟ better یعنی بهتر گودر ما نداریم گفتیم good جزو صفتهای های بیقاعده هست که حالت تفضیلیش میشه better more good هم نداریم چیه؟ بریم مورد دهم ده رو داشته باشیم This is the biggest size that we have این بزرگترین سایزی هست که ما داریم The biggest The most big غلطه چرا؟ چون صفت ما تکبخشیه ما در صفات تکبخشی گفتیم که EST اضافه میکنیم و the bigger هم غلطه اینجا اصلا ما صفت عالی میخوایم این یک صفت در واقع حالا تفضیلی هست که اصلا یه ده هم براش اوورده که غلط اندر غلط هستش پس ما میخوایم بگیم که این بزرگترین سایزی هست که ما داریم مثلا ما چه میدونم 45 تا تیشرت داریم بزرگترینش اینه یعنی تو گروه 45 تیشرتی بزرگترینش این هست This is the biggest size that we have که ما داریم این بزرگترین سایزی هست که ما داریم It's the worst restaurant in the city بازم اینجا ما نیاز به یک صفت عالی داریم در کل شهر in the city, در همه شهر در کل شهر این بدترین رستوران هست the worst worst یعنی بدتر یعنی درو رو درست نوشته ولی worst نباید بنویسیم یعنی صفت تفضیلی نباید بنویسیم worst میشه بدتر ما نیاز به بدترین داریم the worst the baddest هم نداریم bad worst the worst مورد دوازدهم What's the most beautiful park in your town? زیباترین پارک در شهر شما چی هست و چه پارکی هست؟ The most beautiful. مورد دوم غلطه فقط به این رو نداره. اشاره کردم بچه ها برای صفات عالی ما باید از آرتیکل د استفاده بکنیم. چه صفت شما تک بخشی یا دو بخشی باشه که آخرش EST اضافه میشه مثل بگست چه چند بخشی باشه مثل بیوتفل که قبلش باید موست بیاریم حتما حتما این د باید استفاده بشه موست beautiful گفتم چون د نداره غلطه و د more beautiful هم غلطه the more beautiful یعنی زیباتر حالا درم هم در نظر نگیریم یعنی زیباتر مورد بعدی که وارد درس going تو میشیم I'm going to buy my ticket this afternoon. من قصد دارم که بلیتم رو امروز بعد از ظهر بخرم. مثلا this afternoon یعنی امروز بعد از ظهر. شاید بگم آقا این today نداره که. بله. من اگر بخوام بگم امروز صبح میگم this morning. امروز بعد از ظهر this afternoon. امروز عصر this evening. نه قد داشته باشیم. I go غلطه. یعنی من میرم که بخرم نه. این منظورش نیست. I going هم غلطه I'm going I'm going مورد بعدی Are they going to get married؟ آیا اونا قصد که ازدواج بکنن؟ Do they going؟ غلطه They are going هم غلطه چون ساختار سوالی نداره باید جای they و are عوض بشه یعنی مورد سی باید بشه Are they going to get married؟ و مورد 15 هم, هم I think it's going to snow tomorrow. من فکر میکنم که فردا قرار برف بیاد. I think it snows غلطه. It's snowing هم غلطه. چون ما داریم یک پیشبینی کنیم و احتمال این هست که حالا فردا برف بیاد. ما یک پیشبینی میخوام در آینده داشته باشیم. بعد از ساختار be going to استفاده بکنیم. I think it's going to snow. خب این از قسمت grammar بریم برای بخش vocab. Circle the word that is different. کلمه که متفاوت هست در این دست بندی ها رو شما باید بیاین انتخاب بکنین و به نوعی بکشین بیرون دیگه. یه کلمه بین این چهار کلمه هست که سنخیتی با ستای دیگه نداره. اون انتخاب بکنید برگردین بیاین جواره و هم نگه برسیم میکنید. خیلی خب من جواب های درست رو انتخاب کردم بریم ما یک بررسی داشته باشیم و بگیم که چرا این کلمه ها با کلمه های دیگه در این دستبندی ها متفاوت هستن خب breakfast صبحانه لانچ، نهار دینر، شام اما dessert یعنی دسر اینا وعده های غذایی هستن اما خب این یه جوری حالا خودش یه غذای دیگه حالا میتونیم بگیم غذا که نه حالا جزء وعده غذایی حساب میشه مورد دوم ماشرومز قارچ که حالا جمعشون میبینید چون قابل شمارشه آنینز پیاز و پیز هم به معنی نخود فرنگی هست اما استرابریز متفاوته چرا چون این سه تا به نوعی جزء ویجیتبلز هستن جزء سبزیجات هستن اما استرابریز جزء میوه محسوب میشه آرنج جوس آب پرتقال میلک شیر وادر آب اما شوگر یعنی شکر اینا همه درینکس هستن نوشیدنی هستن اما شوگر متفاوته پوتیتو چیپس چیپس یا همون چیپس سیب زمینی فرنش فرایز خلالای سیب زمینی سرخ شده و پوتیتوز خود سیب زمینی اینا همه مشتقات سیب زمینی هستن و یا خود سیب زمینی اما تومیتوز یعنی گوجه فرنگی پس با اینا فرق میکنه فروت سالاد سالاد میوه آیس کریم بستنی کیک همون کیک اینا هر سه در واقع دسر هستن اما چکن غذا هست که میشه مرغ به همین خاطر با این ستای دیگه فرق اما بریم برای قسمت بعدی match the food and the containers. خب سودا، فروت جوز، کوکیز، شوگر و هانی اینها رو بعد در این جاهای خالی قرار بدین در واقع بچه ها اینا خوراکی هستن که با ظرفشون باید بیاین و مچ بکنین تمرین بعدیش هم انجام بدین اونجایی که باید از بین دو تا گزینه یه گزینه درست انتخاب بکنین حالا ما برای که خیلی نریم بیایم بی و سی رو با هم انجام بدید برگردیم بیاین جواب رو هم دیگه میکنیم خیلی خب من جواب های درست رو انتخاب کردم بریم یک بار هم دیگه داشته باشیم ا آف سودا یه قوطی نوشابه ا آف اوف سودا ها اشاره کردم کن به معنی کنسرو هم میتونه باشه ا آف تونا یعنی یک کنسرو تونه ماهی a can of tuna a bag of sugar a jar of honey یه شیشه اصل. a jar of honey a package of cookies یه بسته کوکی یا حالا می تونیم بگیم کلوچه‌های خشک ترد البته خوشمزه a package of cookies و a carton of fruit juice یه کارتون بچه باکس نه کارتون مثلا از این چیزا دیگه اینا که حالا شیر و پاپ میوه و اینا توشون میریزن از این درام سرش داره حتی جدیدن این بالاشون چیز شده اینجوری شده براتون بکشم کیف کنین جدیدن این مدلی شده هم باید بیاد تا اینجا یکم راحت تره اوکی یه پرتقال هم براتون چی فکر کردیم اینم پرتقال این آب پرتقاله خیلی خوب a carton of fruit juice اینم میتونیم بگیم a carton of orange juice یه کارتون آب پرتقال بچه ها کیلو رو هم ازش قافل نشین یعنی یک کیلو مثلا من میام میگم a kilo of rice یعنی یک کیلو برنج خب اگه بخوام بگم دو کیلو برنج گفتم دیگه تو کیلوز سه یعنی جمع باید بریم دیگه چون اینجا تو داریم of رایس دو کیلو برنج خیلی خب بریم مورد بعدی circle the right word or phrase که باید حالا کلمه یا عبارت درست رو انتخاب میکردین It's a hundred and یا twenty, twenty miles from here. بچه من اشاره کردم توی فیلم هم. توی حالت محاوره اصلا خیلی وقتای اند گفته نمیشه و حالت محاوره البته. شما هم نگین اشکالی نداریم. بعد از سردان هم این اند رو بگیر میتونین هم نگین. ولی خب اینجا چون حالا رسمی هست میگه از اند بعد استفاده بکنیم. The population is about three million. گفتیم برای thousand, million, حالا خود 100. یا بیلین که خودمون خارج از کتاب یاد گرفتیم اسه جمع نباید بیاریم سه میلیون میشه 3 میلیون اگه اینجا من چون سه دارم این باید جمع بسته بشه نه 3 میلیون The new department store is great ما دپارتمنت مال نداریم دپارتمنت ستور داریم و شاپینگ مال این دوتاش رو اومده ترکیب کرده که اشاره کردیم یه فروشگاهی هست که بخشهای مختلف داره مثلا بخش پروتئینی داره بخش پوشاک داره اسباب بازی داره چه میدونم لوازم خونه داره در قسمت ها و بخش های مختلف Let's have a snack at one of those cafes in the square in the square یعنی چی یعنی دور میدون که دورش حالا کافی زیادی هست میگه که بیا یه اسنکی بزنیم یا میان وعده یه چیز سباکی مثلا بخوریم در یکی از اون کافی شاپ های دور میدون بچه دور میدون هم میگیم اند سکویر دقت داشته باشیم اند سکویر بریج نمیشه بریج میشه پل و where is the main train station نه train office where is the main train station ایستگاه قطار اصلی کجا هستش خب بریم برای قسمت D complete the phrases with these verbs یک سری فعل به شما داده باید از این فعل ها استفاده بکنین و این عبارت ها رو کامل بکنین بیکام، fall, get, go, have, meet, موو، سی، show و stay این تمرین انجام بدید برگردیم یعنی رو با هم دیگه برسیم خیلی خب جواب ها رو من براتون نوشتم بچه تو یادم نرفته حالا به بونه این تمرین یه دونه سفرنامه بیاید بنویسین یه سفری که داشتین رو بیاید راجبش صحبت بکنین چون بیشتر عبارت هایی که اینجا هست رو خیلی راحت بیاید در مورد سفر استفاده بکنین البته چون حالا سفرتون گذشته و تموم شده باید اینا رو در حالت گذشته بگین مثلا stayed باید بگین I stayed in a hotel. یا I stayed in a five star hotel من در یک هتل پنج ستاره موندم مثلا یا گو, گو رو بعد ویند بگی stay in a hotel. موندن در یک هتل go by باس رفتن با اتوبوس become famous مشهور شدن get married ازدواج کردن fall in love عاشق شدن see the sights in a city سایتس یا حالا یعنی جاذب های گردشگری پس دیدن جاذب های گردشگری در یک شهر میت سامباری نو فرد جدیدی رو به نوعی حالا ملاقات کردن یا آشنا شدن باهاش show somebody around your city یه نفری رو ببری شهر شهرت رو, شهر رو بهش نشون بدی have a great meal غذای خوبی خوردن و move to a new house نقل مکان کردن به خونه جدید اما بریم برای بخش آخر که pronunciation هست بخش آخر برای این صفحه دوتا تا رو من بچه‌ها بهتون میگم در این قسمت کلمه ای که صدای متفاوت داره رو باید انتخاب بکنین و در قسمت B هم باید آندرلاین بکنین اون سیلاب یا اون بخشی که در واقع درش ما استرس اعمال میکنیم این دو تمرین رو انجام بدید برگردیم به این جواب رو با هم بررسی میکنیم خیلی خوب بریم و یک بررسی با هم داشته باشیم کلمه اول که متفاوت هست با این سه کلمه برد هست چون ما صدای ای داریم اما در این سه کلمه صدای ای کشیده داریم پیز میت تی اما اینجا برد داریم صدای ای داریم برد نون پیز نخود فرنگی حالا اینجا حالت جمع شده داریم چون قابل شمارشه میت گوشت و تی هم به معنی چای هست در دسته بندی دوم ما صدای ش رو در این سه کلمه داریم شگر شکر شاپینگ خرید کردن یا حالا خرید فش ماهی اما سودا اینجا صدای س رو داریم در تقسیم بندی سوم صدای س رو داریم سیریل که همون حالا قلاتی است که شیر میریزیم داخلش برای صبونه میخوریم بعضا سالد سالاد رایس برنج اما اینجا کرت صدای ک داریم کرت سالادم هم سالاد رایس هم برنج کرت هم که میشه هویج اینجا ما صدای چ رو برای این سه کلمه داریم چرچ کلیسا چکن مرغ یا گوشت مرغ و چیز به معنی پنیر اما اینجا صدای شه رو داریم شف سراشپز مورد آخر هم کوک بوک گود این صدای او هست کوک آشپز یا آشپزی کردن بک کتاب گود خوب اما اینجا فود او کشیده فود به معنی غذا خب آندلاین کردن سیلاب هایی که روشون استرس داریم چاکلت چاکلت دزرت دزرت سوپرمارکت سوپرمارکت interesting interesting و dangerous dangerous chocolate شکلات dessert دسر، supermarket سوپرمارکت، interesting جالب جذاب و dangerous یعنی خطرناک خب بریم برای صفحه 83 can you understand this text آیا این متن رو میتونید متوجهش بشین read the article once یک بار این مقاله رو بخونید منظورش این قسمت هست then read it again and choose a b or c بعد میگه مجدد بخونین و این سه سوال سه گزینه ای رو بهش پاسخ به این جواب درست انتخاب بکنید من بچه ها یک بار میخونم براتون معنی نمی کنم البته که قبلی سوالا رو میخونم همراه با گزینه ها یه, یه حالا آشناییتی داشته باشین یه ذهنیتی بتونین به دست بیارین اول سوالا رو میخونم معنی کنم بعد متن رو میخونم معنی کنم سعی کنید که جواب رو انتخاب بکنین بعد برای دفعه دوم هم سوالا رو میخونم معنی کنم و هم میریم سراغ ترجمه کردن متن خب A survey showed that Americans eat 15% more junk food than healthy food. A survey showed that Americans eat 15% more junk food than healthy food. Eat the same amount of junk food as healthy food. Eat the same amount of junk food as healthy food. Eat too much junk food. Eat too much junk food or the bad americans have unhealthy diets because they eat cheap food they eat cheap food they think healthy foods are expensive they think healthy foods are expensive they think cooking at home is expensive they think cooking at home is expensive so americans can sorry americans can make their diets better if they spend a lot of money spend a lot of money cook more often at home cook more often at home never eat fast food Never eat fast food. خب بریم این مقاله ای که درباره حالا رژیم غذایی امریکایی یا هست امریکا رو با هم دیگه بخونیم. سعی کنید که اون سه سوال رو هم بهشون پاسخ بدیم. The unhealthy American diet. The US has a problem with obesity and the government says We need to have healthier diets. However, American shoppers are continuing to fill their supermarket baskets with unhealthy food. A survey showed that more than 30% of calories Americans eat comes from junk food. Food high in salt, sugar, and fat. And nearly 15% of Americans eat a fast food meal every day. For example, a hamburger, french fries, and a soda. Children have a problem too. Scientists Say that children born today can die before their parents because of obesity and unhealthy food choices by their families. Why do Americans have unhealthy diets? There are many reasons, but money is the main one. Americans think that. Healthy foods are more expensive than packaged foods. They also think it takes a long time to cook a healthy meal. So, how can Americans make their diets better? They can stop eating fast food and cook more often at home. they can bring healthy lunches to work or school and they can have fruits for snacks during the day. خب من براتون خوندم جواب ها رو انتخاب بکنید برگردیم بیاین هم جواب رو بررسی میکنیم و هم مجدد این قسمت رو براتون میخونم و معنی میکنی. خب دوستان عزیز من جواب ها رو براتون انتخاب کردم میدونم شاید یکم براتون سخت بوده باشه اما از اونجایی که حالا متن بود و از داخل متن میتونستین جواب رو انتخاب بکنین یکم به نظرم راحت بود دیگه به این بکنی A survey showed that Americans eat too much junk food بچه سروی یعنی پرسش نامه مثلا میان از چه یک میلیون امریکایی 500 هزار نفر امریکایی یه پرسشنامه ای رو حالا طرح میکنن در اختیارشون قرار میدن و اونا مثلا یه سری گزینه‌ای رو انتخاب میکنن بر اساس اون ما یه آماری میگیریم و مثلا میگم مثلا امریکایی ها مثلا فلان خب آخرین باری که یه همچین چیزی اتفاق افتاد یه خانمی اومد در خونه منو زد از طرف صداسیما بود گفتش که مثلا شما کدوم برنامه صداسیما رو نگاه میکنید مثلا چند ساعت نگاه میکنید چه شبکیه رو بیشتر می‌بینی؟ این میشه سرویج میشه حالا بنو یک پرسشنامه برای حالا آمار گرفتن اینا که منم گفتم فقط اخبار نگاه کنم دیگه خیلی سریع رفت اون خانمه بنده خدا خیلی سریع رفتش گفتم تازه اخبارم وقتی که یه اتفاقی باشه بدونم یه چیزی شده میرم اخبار نگاه کنم بگذریم تلویزیون بچه چه اینوری چه اونوری کلا من با تی وی مشکل دارم و چیز خوبی نیست واقعا چیز خوبی نیستش پلش کنیم A survey showed یک حالا میتونیم بگیم آمار نشون داده که امریکایی ها eat too much فود food جانک فود زیادی میخورن جانک فود هم یعنی غذایی که ارزش غذایی بالایی نداره مواد حالا میتونیم بگیم که مفیدی که برای بدن ما خوب باشه خیلی درش نیست مثلا فست فود پر روغن و پر حالا چون هم نوشیدنی های شیرین و گازدار پر شکر و چیزهای از این دست اونا رو میگیم جانک فود غذاهایی که ارزش غذایی زیادی ندارن که میگه که امریکایی ها این جانک فود ها رو زیاد میخورن ایت تو ماچ تو ماچ هم هست یعنی بیش از اندازه تو ماچ جانک فود ایران هم بچه فکر میکنم الان متاسفانه یه اتفاقی افتاده من خدا حالا یه چیزی بگم من شاید در ماه شاید خیلی مراد میکنم فسفودانی یک بار بخورم شاید اونم خیلی مراد میکنم Americans have unhealthy diets because they think healthy foods are expensive امریکایی ها رژیم های غذایی ها، حالا میتونیم بگیم رژیم غذایی ناسالمی دارن unhealthy ناسالمی دارن به خاطر اینکه they think healthy foods are expensive اونا فکر میکنن که غذاهای سالم گرون هستن این طرز فکرشون این هست Americans can make uh, their diets better if they cook more often at home. امریکایی ها میتونن حالا uh, رژیم های غذاییشون یا رژیم غذاییشون رو بهتر بکنن میک اینجا مثلا بهتر بکنن میک بدر این بهتر کردن اف دی اگر اونها کوک more افن ات هوم بیشتر در خونه غذا بپزن غذا درست بکنن هوم بیشتری داشته باشن هوم رو داشتیم دیگه اون خانم چی بود اسپاسیتو بود چی چی بی تو بود خانم بازیگره گفتش که من خیلی بیرون غذا نمیخورم و فلان و اینا خیلی خب بریم برای این مت the unhealthy american diet رژیم غذایی ناسالم امریکایی a us has a problem with obesity ایالات متحده یک مشکلی با پرخوری داره obesity یعنی پرخوری بیش از حد غذا خوردن and the government says we need to have healthier diets و دولت میگه که ما باید need to یعنی باید یه جوری میتونیم بگیم مثل have to هست ما باید چی داشته باشیم healthier diets رژیم های غذایی سالم تر however اگرچه american shoppers are continuing to fill their supermarket baskets with unhealthy food اگرچه خرید کنندگان امریکایی یعنی مثلا آمریکایی که میرن خرید ادامه دارن میدن are continuing to fill their baskets to fill their supermarket baskets دارن ادامه میدن به چی؟ به اینکه این, این سبد های سوپرمارکتشون رو پر بکنن fill their supermarket baskets with unhealthy food با غذاهای ناسالم. A survey یک نظرسنجی حالا یک آمار show that نشون داده که more than 30% of calories Americans eat comes from junk food. سی درصد کالری که امریکا یا میخورن از غذاهای با ارزش غذای پایین حل حوله و حالا جانک به معنی آشغال هست واقعا اسمش برازنده است که جانک فود اصلا غذای آشغال حالا ما نمیگیم غذای آشغال میگیم هل حوله غذای چه میدونم با ارزش غذایی پایین بعد حالا خودش میاد این جانک فود رو توضیح میده میگه فود های ان سالت شوگر اند فت غذایی که نمک شکر و چربی بالایی داره های یعنی این فلان این چیز بالا هست یعنی از اون چیز مقدار زیادی داره and nearly 15% of americans eat a fast food meal every day و حدود nearly about حدوده و حدود 15 درصد از امریکایی ها یک وعده غذای فسفود هر روز میخورن هر روز حالا به عنوان مثال همبرگر، hamburger french fries and soda که اینجا تو تصویر مشخص یک همبرگر خلال های سیبزن شده و نوشابه children have a problem too بچه ها هم مشکل دارن scientists say that children born today can die before their parents because of obesity and unhealthy food choices by their families. دانشمندان میگن که بچه هایی که امروزه به دنیا میان children born today بچه هایی که امروزه به دنیا میان میتونن بمیرن قبل از parents یعنی قبل از پدر مادرهاشون به خاطر پرخوری و غذا انتخاب های قضایی ناسالمی که توسط خانواده هاشون در صورت میگیره. Why do Americans have unhealthy diets? چرا امریکایی ها حالا به نوعی رژیم های قضایی ناسالمی دارن؟ There are many reasons. دلایل مختلفی هست. But Money is the main one اما پول اصلی ترینش هست Main اینجا یعنی اصلی One هم برمیگرده به reason اگه چون ما اینجا کلمه reason رو داشتیم دیگه اینجا ننوشته reason گفته one Americans think that healthy foods are more expensive than packaged foods. امریکایی فکر میکنن که قضاهای سالم گرونتر هستن are more expensive than as پکیجد فودز غذاهای بندی شده مثل کنسرو مثل حالا بیسکویت شکلات کلا غذاهایی که داخل بسته‌بندی هستن They also think it takes a long time to cook a healthy meal. اونها همچنین فکر میکنن که خیلی وقت میبره که شما یک وعده غذا یا یک غذای سالم بخواید بپزید. So بنابراین How can Americans make their diets better? چطور میتونن امریکایی ها وعده غذایشون رو بهتر بکنن یا وعده غذایی بهتری داشته باشن؟ They can stop eating fast food and cook more often at, at home. Sorry. اونها میتونن خوردن غذای فست فودی رو متوقف بکنن و بیشتر در خونه غذا درست بکنن یا غذا بپزن. Cook more often at home. مرافین یعنی تعداد دفعات بیشتری They can bring healthy lunches to work or school اونها همچنین میتونن غذاهای سالم بیارن به سر کار یا مدرسهشون to work or school and they can have fruits for snacks during the day و همچنین اونها میتونن میوه بخورن اینجا have یعنی خوردن حالا برای میانورده میان وعده ها در طول روز مثلا بین نهار و شامشون میتونن به عنوان میان وده در واقع میوه بخورن یا استفاده بکنن خیلی خوب اینم از این متن بریم برای قسمت بعدی can you understand these people آیا میتونید متوجه این افراد بشین on the street در خیابان اینا افراد ریل هستن یعنی آدمایی هستن که کف خیابون پیداشون کردن دارن باشون مصاحبه میکنن و میدونین دیگه یه کوچولو سخته اما خب اشکالی نداره شما باید یه جورایی به این مدل حالا حرف زدن ها هم عادت بکنین نیه Watch or listen to five people and answer the questions شاید تمام صحبت های این افراد رو متوجه نشین اشکالی نداره کتاب الان فقط ازتون میخواد که به این سوال ها پاسخ بدین پنج سوال سه گزینه ای داریم با دقت من اول فیلمش رو براتون میذارم با دقت فیلمش رو ببینید بعد برگردیم. بیانی فایل صوتیش رو براتون پلی میکنم یعنی دو, دو, بار در مجموع میتونین به گفته های این افراد در واقع گوش بکنید. و این سوال ها رو باید پاسخ بدین ایوان، سیسیل، جول، رید و آریا من اول فیلمش رو براتون میذارم بچه قبلش بریم این سوال رو یک مروری داشته باشیم ایوان doesn't eat much یکی از این گزینه ها سیسیل کوکس اکسلنت جای خالی food Joel likes Barcelona because there are a lot of A, B, or C Reed is going to stay at his جای خالی house in Los Angeles که یکی از این گذنه ها میشه When Aria compares the US to her country she doesn't mention یکی از این ها خیلی خوب بچه یک بار فیلم رو ببینین اگر تونستین جواب رو انتخاب بکنین که خب خیلی عالی بعد برگردیم بیاین من یک بار دیگه سوالا رو براتون میخونم و اون دفعه, اون دفعه معنا هم براتون میکنم ترجمه میکنم و بعد فایل صوتیش رو براتون پلی میکنم که یه مقدار کار براتون راحت تر باشه بریم برای دیدن فیلم این قسمت Do you think you have a healthy diet? Um, I think my diet is quite healthy because I try to eat a lot of fruit and vegetables. How much sugar and salt do you eat? Well, I probably eat more sugar than I should, but I don't eat too much salt. Do you like cooking? Yes, love it. Do you think you're a good cook? I'm an excellent cook. What's your specialty? Um, Italian and baking. What's the most beautiful city you've ever been to? Most beautiful city? Uh, I'd have to say Barcelona. Why? Uh, the architecture is incredible. It's so different, it's vibrant, it's living, it's nice weather, and there's loads of different cultures and loads of different people. Where are you going to go for your next vacation? Los Angeles, California. Where are you going to stay? I'm going to stay at a friend's house. How are you going to get there? Airplane. What's the biggest difference between the US and your country? Well, apart from the US being a lot hotter and a lot uh, noisier, it's also a lot bigger. The خیلی خب بچه رو با هم دیدیم من این جمله ها رو میخونم معنی میکنم بعد فایل سوچ رو براتون پلی میکنم ایوان دازنز ایت ماچ ایوان زیاد نمیخوره چی؟ نمک، شکر یا میوه سیسیل کوکس اکسلنت جای خالی فود سیسیل غذاهای ایتالیایی یا هندی یا اندونزیایی رو خوب میپذه جول لایکس بارسلونا because در آر ا لات جول بارسلونا رو دوست داره به خاطر اینکه تعداد زیادی چی هست اونجا مغازهای خیلی عالی هست ساختمانهای خیلی عالی هست و یا سواحل خیلی زیادی یا بهتر بگیم سواحل عالی اونجا هستش Reed is going to stay at his جای خالی house in Los Angeles. Reed قصد داره که بمونه در خونه هی. حالا یکی از افراد خانوادهش یا یکی از دوستاش و یا امه یا خالش. حالا این زنمو یا زندایی هم میتونه بشه. و مورد آخر When Arya compares the US to her country she doesn't mention وقتی که آریا داره مقایسه میکنه ایالات متحده رو با کشور خودش او اشاره نمیکنه به چی به غذا به ساختمون ها و یا به آب و هوا خب پس ببینید پس... پس, ببینید پس. به دو تا از اینا اشاره میکنه ها اونی که اشاره بهش نمیکنه رو باید انتخاب بکنید بریم برای گوش دادن به ترک 24 5.24 1. ایوان Do you think you have a healthy diet? Um, I think my diet is quite healthy because I try to eat a lot of fruit and vegetables. How much sugar and salt do you eat? Well, I probably eat more sugar than I should, but I don't eat too much salt. 2. Cecile. Do you like cooking? Yes, love it. Do you think you're a good cook? I'm an excellent cook. What's your specialty? Um, Italian and baking. 3. Joel. What's the most beautiful city you've ever been to? Most beautiful city? Uh, I'd have to say Barcelona. Why? Uh, the architecture is incredible. It's so different, it's vibrant, it's living, it's nice weather, and there's loads of different cultures and loads of different people. Read. Where are you going to go for your next vacation? Los Angeles, California. Where are you going to stay? I'm going to stay at a friend's house. How are you going to get there? Airplane. 5. Arya. What's the biggest difference between the US and your country? خیلی خوب دوستان عزیز من جواب ها رو براتون مشخص کردم بچه حتما حتما سعی کنید سعی کنید چون بینا خیلی سخت بود این فایل سوتی که براتون هم پلی کردم ولی هر چقدر شو که میتونید بنویسین و حتماً هم فیلمی که در قسمت سکرپس در مجموعه براتون گذاشتم رو ببینین چون اونجا چند تا کلمه و عبارت خوب گفته شد که من حتما توضیحش رو خواهم داد در اون فیلم براتون خب ایوان دازنت ایت مچ سالت ایوان نمک زیادی نمیخوره سیسیل کوکس اکسلنت ایتالیان فود سسیل غذاهای ایتالیایی رو حالا عالی درست میکنه یا غذاهای ایتالیایی عالی درست میکنه جول لاکس بارسلونا بیکاز دیر آر ا lot of گریت buildings. اینجا حالا کلمه بیلڈنگ رو نگفت و حالا گفتش که به خاطر معماری و ایناش میگم حتما حتما متن این فایل سوتی رو بنویسین و با فیلم که تو قسمت اسکریپت گذاشتم یه مقایسه داشته باشه پس جواب گریت بیلڈنگز هست ساختمان‌های عالی با خاطر ساختمان‌های عالیش از بارسلونا خوشش میاد Reed is going to stay at his friend's house in Los Angeles. Reed قصد داره که در خونه یکی از دوستاش بمونه در در لس آنجلس و when Arya compares the US to her country she doesn't she doesn't mention the food. در مورد ساختمونا صحبت کرد و خیلی بلند هستن و فلان و در مورد آب و هوا هم همین اما در مورد غذا حرف نزد وقتی داشت ایالات متحده رو با کشور خودش به نوعی مقایسه میکن خب Can you, uh, can you, say this in English? آیا میتونید اینها رو به انگلیسی بگین یا نه؟ اگر این کارها رو بتونید انجام بدین یعنی این درس که داشتیم رو خیلی خوب یاد گرفتین اگر نه یعنی یه زعفایی دارین و باید برید یه مروری داشته باشه Do the tasks with the partner check, check the box if you can do them اگر اینها رو میتونید انجام بدین تیک بزنید Can you say what you usually have for breakfast? آیا میتونین بگین که معمولا شما چه چیزی برای صبحانه میخورین؟ Can you compare your country with the US in three ways؟ آیا میتونین کشور خودتون رو با ایالات متحده حالا به سه روش مختلف یا متفاوت به نوعی حالا مقایسه بکنیم؟ مثلا در مورد آب و هواش حرف زنین در مورد ساختمونا در مورد حالا مردم در مورد جمعه قضا هرچی Can you ask your partner four questions with the superlative of the bold adjective؟ آیا میتونین از پارتنرتون از دوستتون چهار تا سوال که با این صفت ها هستن البته در حالت سپرلتیو این در حالت عالیشون این سوال رو از دوستتون بپرسین یا نه خب یه جورایی اومده یه تمنم بهتون داده دیگه What's جای خالی Present you've ever bought که این اکسپنسیو رو باید بیاین بنویسین یا بگین گرونترین یعنی اکسپنسیو رو نباید اینجا بزنی یه تغییری باید اینجا تغییر اعمال بشه یا yeah, what جای خالی مووی یوو سین دیس year خب گود داریم بعد بنویسین بهترین بچه ها سی مووی هم که اشاره کردم وقتی که میگیم سی مووی یعنی فیلم دیدن در سینما what جای خالی ویکیشن یوو ایور هاد که بعد از در واقع کلمه بد استفاده بکنین یعنی چی؟ مثلا بدترین سفری که تا به حال داشتی بالاتر هم گفتش که بهترین فیلمی که امسال دیدی جمله بالایی هم داره سعی میکنه بگه که گرون دیگه که تا به حال خریدین و در جمله آخر هم میگه What's جای place you've ever been to سردترین مکانی که تا حالا اونجا بودین اینا رو باید کامل بکنین و سعی کنین از دوستتون بپرسین اگر هم تنها هستین خودتون به این سوال ها پاسخ بدین و قسمت آخر هم What he tomorrow از دوستتون بپرسین که قصد داره چه کار انجام بده امشب فردا و هفته بعدی شرت شورت موویز هم هست که میتونین The History of the Sandwich رو مشاهده بکنین و لذت ببرین خب این هم از ویدیو امروز امیدوارم که مطالب خیلی خوبی رو یاد گرفته باشین در یونیت 11 ای میبینم اتون موضوع خودتون باشین فعلا خداحافظ